بسم الله الرحمن الرحيم پیش بینی اون که حساب دو تا چهار تایی است که خداوند به ما یاد داده خودش داده اونا خب ما بشرهای پیش بینی های من میکنیم اما خداوندم حاکم بر این پیشبینی ها و حاکم بر اون قواعد دوتا چهارتایی که ما ابدیم به ما گفتیم گاهی دوتا رو ستا میکنه گاهی دوتا رو پنج تا میکنه پنج تا یا شش تا برو بالا ستا یا ستا در مورد مجازات گذشتگان عاد که پیغمبرشون حضرت هود بود و ثمود که پیغمبرشون حضرت صالح بود نمیدونم در مورد هر دوست به مزرم اینجور فرمودن که از دور دیدن اینها یه ابر تیره ای داره میاد بعد از اون که تمرد کردن از امر پیغمبرش لابد خوشحالم شدن گفتن این ممطر و ناسه میاد به ما بارون میده خب استدارشون هم درست بود دیگه قطعاً همه گفتم رو آدم ولی وقتی آمد همه چیز رو زیر رو کرد یعنی اون دوتای چهارتایی که قوم بلد بودن گفتن که این میاد برای ما بارون بریزه اون رو تو چهارتا رو عوض کرد گفت فعلا در مورد شما اینجور قوم ثمود هم همینجور عباد عاد و ثمود ما خوب ظاهرم به این پیشبینی ها عمل میکنیم یعنی چاره هم نداریم خدا ما را آفریده قواعدی هم گفته طبق اون قواعد باید زندگی کنیم زندگی میکنیم ولی فراموش نکنیم خدا هم فرموده است و مکرو و مکر الله و جای دیگه اینو به من یه من من یا ان مکر الله کیه که ایمان مطمئن از امنیت داره از امر خود از مکر خدا برای که یه چیز نمیدونه چیه امنیت نه در مقابل این امنیتی که حالا میگن یعنی در امان از مکر خدا نه از مکر خدا کسی در امانه که هرچی خدا بگه قبول میکن میگه راست درست میگه من نخواهم جز اون که او بخواهد مبارک از مکر خدا پنهان یعنی خودش در امان پنهان خیال نکنه یکی از این گروهی از کسانی که خودشون از امن خدا پنهان نشه
در امن حساب میکنه از بایت خدا، این کلاه شعری هاست. نوم خدا رحمت کنه هم بشی رفت بده آیا چخمات حاجی محابن که بعد بگذاره بده که بخود اون شریعه ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما هر سرتمو کل ما متعتموه یا اسد ایران اونایی که توجه به این حکم فقهیش دارم متوجه میشن مکر خدا یا همه کلاه شرعی ها یکی مقداری از این که میگن خرافات یا برای این است که معنی چو نفهمیدن معنی یه مطلبی رو و یا به همین و کلاه شرعیه مثلا میگم هر کسی در عزای حسین علیه السلام یه قطعه عشق بریزه این عشق براش دریا رحمت این در اون وقتی گفتم که اگه کسی اسم حسین رو می آورد گردنش رو می زدم چیز نکرده آیان علما متحدین صحبت میکردم که از دوستان من بود در واقع این دو تا داستان از این تیمون رو میگفت که مردم اصلا اسم حسین رو نمیدونستن نه یا نمیه برده میگم کسی آمد خدمت امام ایشون تعریف میکرد حدیم نهاش چه کتابی دیادم که یک کسی آمد خدمت امام نمیدونم امام صادق یا امام فاضل اینا گفت ما یک کلفتی داریم این میبینه که وقتی ما آب میخوریم یک چیز زیر لب میگیم یه میگیم سلام الله علی حسین آهسته میگیم ولی این همقدر شنیده که سلام الله میگیم یه وقتی که خطایی میکنیم کلفت ما باش دعوا میکنیم میخواد خودش رو تبرئه کنه میگه شما رو به حق همون کسی که وقتی آب میخورید بهش سلام میکنید اسمشون نمیدونه که نخیر من ببخشید و من چنین کاری نکردم حضرت بهش فرمودن برو الان حقوقات گذشته رو بهش بده با خیال با آرامش و مهربانی جداش کن بیرونش کن خب در چنین وضعیتی اگه کسی بر حسین علیه السلام یک قطعش بریده واقعا اهل بهش ولی این عشقای تمساحی که حالا هست اینا به درد میخوره نه معنی این مطلب رو نفهمیدم اون وقت بعضی ها شیشه میگیرن عشقی که میریزن تو شیشه نگه میدارن درش رو میبندن که اینو با ما دفن کنیم برای چی؟ خدا مگه نمیدونه؟
חודש, חודש שמום בהתן מדון, אחרי לי אשכה במקום לבוחר שלי מה שחודה עושה בשדרי. ואני בתעדות ואחר נגח לי מכאן. וגם כאן רצה אשכי כניחתי. אגר חודאי מקרדה, פודן גושה מחוי זול מי בקולי, אין אשכה מלכתי בחיילת כדיגי. کار درست دارم. و امسال اینا خیلی هست. در خب خداوند ما رو که فرستاده اینجا به این جهان یه مقدار کمی علم به ما داده البته این مسئله رو در مسئله روح صریحاً میگه میفرماید که در سرمون که انه روح تو از تو سوال میکنه روح چیه؟ فقط بگو قول روح من امر رب روح از امر خداوند و لا سرمون من هو لا قلیلا شما جز چیزی کمی از او حس نمیکنه در مورد در مورد سایر چیز هم فرموده است که من و هم ندیدیم خب با این علم کم که ما از جهان داریم ولی فرموده است ولا تقف و ما لیس لک بهی علمون اما السمع و البصر و الفؤاد کل نوع ناوی که انفو مسئولم چیزی که علم نداری پیروی نکن از همون علم کمی که داری پیروی کن برای چی؟ برای اینکه گوش و چشم و قلب این ها مورد سوال قرار میگیرن یعنی قیبت اینکه مجموعه وجودت مورد سوال قرار میکنه این هم هر کدوم چیز قرار میکنه مورد سوال قرار میکنه خب بادن سوال اگر بخواد تس کنید فرش کنید باران پیشبینی کردن اون چی که حال اسمش امروز علمه هواشناسی صداتا که مثلا گفتن دوشنبه بارون میاد خب ما باید این احتیاط بکنیم اگه بخوایم پروی از همین قدر علمی که خودمون داریم بکنیم باید بله باور کنیم باور کنیم که بله دوشنبه بارون میاد بگیم انشاءالله ولی اگه دوشنبه شد و هیچ بارونی نایمد میتونیم به دار بیدار کنیم گله و شکایت کنیم به کی همونی که یه چیزای جلو ما گذاشته گفته یه چوبی هم لای چرخش گذاشته چرخ اون دو تا چهار تا بارو نشید باید آرام باشه ما در آذر ماه که حالا هستیم آخراش امان ماه برف های سنگین داشتیم چه در اینجا چه در همه جا حالا نداریم
خداوند اون رو را چهارتایی را که ما داشت بدونستیم فصل بندی چهارت و فصل اون را چوب رای چرخش خودش عوض کرد. ایمان از مکر خداوند که میگه نباشیم. البته مکری که در مورد خداوند میگه یعنی به قول ما خدا کلاه شرعی. خب ما کلاه شرعی میزنیم که خدا رو گول میزنیم. خب خود خداوند که این شرع و این کلاه شرعی را آفریده میخواد ما رو چیز کنه، امتحان کنه یا توی بوته محک آزمایش. هر جد نشون میده مجموعی اینها که ما باید فقط و فقط توسلمون به امر خدا باشه. وقتی اینجور باشه هر چی بشه راضی هستیم و میگیم خداوند اینجور مصلحت درسته. البته بعضی اوقات این موهبت خدا به ما میده، این نعمت رو میده که بعداً بفهمیم چیه خدیز. من گاهی که دعای میکنم چیزی میخوام از خدا خند میگم خدایا خیر باشیم، میگم خدایا میدونم هر چی بفرستی خیره. من چشمم بینا نیست که خیر رو درش ببینم. آتش میفرستی، جنگ میفرستی حالا و باز ببینم. منتها من در ضمن این که دعا میکنم میگم خدایا چشم من بینا کن که بفهمم خیرشو و بعد هم چون امر کردی که هر چه که ما خودمون بلا میدونیم مقابله کنیم باش، با این امر مقابله میکنیم. گوین که امر توست که این بلاها بر ما بیاد، ولی چون خودت هم فرمودی با همین امر خودت مقابله میکنی، با همینی که ما امر میدم تو رو نمیدیم مقابله میکنیم، سعی میکنیم بر سبب جبرانش باشیم. وقتی میبینیم جای آتش گره خب نباید بشینیم که امر خدا رو، نه، همون خدایی که گفتم امر من راضی باشه، همون خدا امر کرده که آتش رو خاموش کن. آتش رو خاموش میکنیم ولی به این امر الهی تسلیم است. انشاءالله خدا ما رو به خیر کارهایش بینا کن.